نحوه فراخانی بلوک ها در نوار ابزار سیمولینک به نوار ابزار سیمولینک میرم در این نوار ابزار بر روی بلنک مدل یک بار کلیک چپ میکنم تا یک پنجره آن تایتل برای من باز بشه در اینجا به Simulink Library بروزر میرم برای فراخانی بلوک ها در این پنجره ابتدا یکی از این کتابخانه ها رو انتخاب میکنم مثلا من کتابخانه کانتینیوز رو انتخاب میکنم برای فراخانی این بلوک ها در پنجره آن تایتل این کار رو میتونم به صورت انجام بدم که بلوکی که مد نظر دارم رو انتخاب کنم و با درک کردن به سمت پنجه آن تایتل اونو به اینجا بیارم به یک طریق دیگه میتونم این کار رو انجام بدم اون هم اینه که مثلا بلوک اینتگریتور رو انتخاب کنم و روی اون کلیک راست کنم و با استفاده از فرمان Add Block to Model یا کنترل و L این کار رو انجام بدم تایم این بلوک به اینجا منتقل بشه خب حالا اگر من این کارا رو انجام بدم یک ورودی رو در اینجا تعریف کنم مثلا یک ارد ثابت که همه این بلوک ها در آینده توضیح میدم که چه به چه صورت کار میکنن اما الان ما فقط برای توضیح دادن یک سری از پارامترها در پنجره آن تایتل تا این کار رو انجام میدیم با استفاده از کتابخانه استین یک اسکوپ برای نمایش دادن به اینجا میارم از یک اسم به ترانسفر فانکشن هم متصل میکنم مقدار ورودی رو برابر با مثلا 25 قرار میدم که با دبل کلیک کردن برای مقدار کانستانت میتونم این کار انجام بدم برای اینکه بخوام این پارامترها ها رو یا این بلوک رو بزرگتر بکنم میتونم همه اونها رو انتخاب و با استفاده از زوم اونها رو بزرگتر کنم یا میتونم با استفاده از اسکرول خود موس این کار رو انجام بدم به صورتی که اگر اسکرول موس رو به سمت جلو حرکت بدم زوم میشه و اگر به سمت عقب حرکت بدم زوم اوت میشه فرمان هاید اور شو بار برای نمایش خود پنجره آنتایتل و یا تمامی پنجره هایی که در اونها داریم ما مدل سازی میکنیم وجود به کار میره فرمان فیت تو ویو برای نمایش دادن تمامی بلوک ها در قالب صفحه نمایش سمپل تایم برای تعریف سمپل تایم به کار میره انوتیشن برای اینکه ما بخوایم یک سری از جزئیاتی رو مثلا این پارام اگر ما در اینجا یک پارامتری رو میخواستیم تعریف بکنیم به صورت مثلا پارامتر A برابر با یک مقدار من میتونستم در اینجا اون رو یادداشت بکنم که مثلا با چه عددیه و به همین ترتیب اگر بخوایم یک عکسی رو در اینجا ظاهر کنیم یا فراخانی بکنیم از فرمان ایمیج استفاده میکنیم و فرمان دیگه فرمان اریا هست برای اینکه بخوایم یک سری مطالبی رو در بسیار تکست در اون یادداشت کنیم میتونیم از این فرمان استفاده کنیم این رو من دیلیت میکنم ابتدا مدلامو سیو میکنم با اسم مثلا اینتگریتور سپس برای View Mark ویو یک بار کلیک چپ میکنم برای اینکه بخوایم تمامی این مدل ها را یک بار در یک صفحه جدید بیاریم میتونیم این کار را با استفاده از ویو Mark This ویو انجام بدیم و زمانی که برای خود فرمان View مارک یک بار کلیک چپ میکنم دو پنجره اینتگریتور من دارم که میتونم یکی از اونها رو در اینجا دیلیت کنم و فرمان های و مودل مدل بروزر که برای نمایش مدل های دیگه در اینجا میتونم از اون استفاده کنم زمانی که من بخوام این پروژه رو ران بگیرم و نمایش بدم در اینجا مقدار زمانی که میخوام ران بگیرم رو را انتخاب میکنم مثلا 100 ثانیه و سپس با استفاده از فرمان ران این پروژه رو ران میگیرم تا این پروژه کامپایل بشه و با دبل کلیک, کلیک چپ کردن بر روی اسکوپ میتونم این تابعه رو نمایش بدم این عملیاتی که انجام دادیم رو که به این شکل در اینجا نمایش داده میشه برای اینکه بخوایم از روی مدلی که در اینجا طراحی کردیم یک بار کپی بگیریم تمامی مدل رو انتخاب میکنم و میتونم با استفاده از کلیک راست کردن و انتخاب کپی این مدل رو کپی کنم به یک طریق دیگه میتونم این کار رو انجام بدم اون همینه که تمامی این مدل ها رو انتخاب کنم و کلید کنترل رو بگیرم سپس با کلیک چپ کردن و درک کردن این مدل ها رو کپی میکنم تا بدین شکل مدل من ظاهر بشه